تو نک مزایره شده بود یشتای منصب یک بچه گیر کرده شده که تو خجالت نمی کشی که ما به نفع جی وطن مزایره می کنیم و شما ما رو می زنیم بشت یک افغانه گفت لعنت به ما و تمام پولیس ها که یک افغانه بزنه سود تا حال شما مزایره می کنیم یکی میگین روس یکی میگین امریکا یکی لنن میگه یکی میگین یک باوزمان ما خیلی یک افغانه ندیدم در اینجا که شما از وطن خود بگوید انرشیزم به این جای رسنده بود در وطن ما کم چیز رفته بود، پناله اقتصادی به روسی نفتاده بود خان و ملک و ملا به جای رسیده بود که دیده بودیم که پارلمان دیگه من فکر می کنم که همون نظم افغانستان از بین رفته بود یعنی که شما ایتون میگین که دموکراسی و دهه مردم سالاری نبوده این دهه انارشیزم و هرج و مرج و والا من نمیفهمم کاکای پادشاه به نام شاول خان این دهه گدوادی میگفتن دهی گدوادی بله یا بده کتاب دوست من در اون جا نوشتم کردم شما بخوانی اون دست دلارم داره شما دموکراسی میگه بگوید خب دکتر صاحب محترم آمدیم سر دهی دموکراسی مسئله ایجاد عذاب آمدیم از شما یک سوال میکنم امی عذاب را که شما در کتابتان رو میاد کردین به نام خلق و پرچم شعله جاوید امی ها واقعا عذاب کمونیستی بودن؟ اگر شما چی نظر دارید؟ ما بر شما بگم که شرایط طوری و افغانستان در اون سال آمده بود بله نه در افغانستان در دنیا بله که امی کسانی که از سوسیالیسم و کمونیسم بب میزد اینا به جمله عناصر مترقی بود بله و یک قدم پشتر دیگه به جمله عناصر ارتجاع میرفت بله و یک فیلسوف نامش از یادم رفته بله که نوشته کرده جوانی که از سن 16 و 18 تا 25 و 28 و 30 میرسه بله که او کمونیست نیست وطن پرست نیست و بعد از 30 بله که اگر او کمونیست میباشه عقل نداره و ما گمان میکنم که 98% بچه‌هایی که در افغانستان کمونیست بود بین سن 16 و 30 بود بله. یک چند نفر یک ریش فیر پیدن بود خب به هر صورت تقدیر همین شوقت بود برادر با رهبرای حزب احزاب چپ با کلی میشناسیم کلشان مرامشان هم خواهند در مرام از یا اساس نامشان وجود دارد در مرام از یا به نام کمونیسم چیزه خب این را خوب برای شما بگم که خود شوروی هم پسان کمونیسم پس کرده بود سوسیالیسم علمی نامش بله 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 گفته تانستم بله بله تو میگفت اون مراحل داره این مراحل داره بله اما برادرم هم کسایی که میشناختم تو صاف و عقیدش همی بود که باید کمونیستی باشد حالا بود اما بعد از اینکه حکومت فیضالله امین آمد بله با این شرایط که دید یک اخترنشینی عجیب و غریب کردن بله که اینجا دیگه باز در ظاهر خود به پیش مردم مسلمان بودن باز وقتی که میرسید ما با شما یک مثال بگم بله ما در وقت دکتر سید نجیب چند وقت صدر ازم بودیم سر از او گفا پسانگم نه دکتر سید نجیب روسا یک کمک کرد برای وقت دکتر سید نجیب که ما هم بودم تقریبا یادم رفته 20 یا 30 میلیون دلار داد که شما مسجد بسازید مسجد بسازید خود روسا خود روسا کمک های بالایی بود 10 یا 20 یا 30 میلیون بود بله شعار اسلام بود از بالا تا پایین کلمه می خواندن بله یک اتاق بود به کمیته مرکزی اونجا یک عکس لینین بود خود تصادفی یک روز دکتر صاحب امر کرده بود که آدم های بیطرف و ملا و روحانی رو کلش دعوت کنی بله این عادت برزی بود که وقتی که رفیقا که می آمد این پرده را پس می کردن وقتی که رفیقا می رفت پرده بسته بود خود تصادفی هم این روزه که ما مردم کل رفتیم از یاد مرتقه رفته بود پس نکرده بودیم دکتر صاحب نجیب خدا بمانیم که آمد که عکس دید این مردم دید دور خطا شد یک دفعه گفت این برادر رو گفت ما شما را از این خاطر عکس نشان دادیم که تا و اتاق ما هم اینا عکس اینه نبند کرده بود پس پردر کشد دیگه من نمیفهمم که باطن شما چطور بوده من نمیفهمم اما گپ نیو بود که پسانا همه گی فهمیده بودن که غلط کردن بسیار خوب من سر از گپ هنوز وقت داریم دکتر صاحب پس بریم سر اصل گپ بنان عذاب چپ که یک مقدار خود تبلیغات دشمن هم بنام کمونیستی و چیز وقتی دیگه شده بود که وقتی که هرچی که شما رفیقا کلمه میخوند با دیگه رفته بود دیگه بله نه یک ذره نیه که دیگه با سرکت جانی بله بله خب این گپ نقطه میمونیم سرش میمونیم پس سر از این گپ که اندیشه کودتا و قیام جمهوری، نخستین جمهوری چگونه شد، چی وقت و شما چگونه آگاهی پیدا کردین؟ در اینی مورد نظر شما صحبت بکنین
ما به سال 1349 بله مرحوم داوتان بر ما گفت که ما ایراره که میبینم اورایی که ما رفته بودیم مو غلط بود. این خاندان ما گفت تو یک نفرش که زنده باشه از حکومت دست بردار نیست. بله. و با این نظام گفت این مملکت بر ابد پیش نمیره. بله. به خاطر که از اقوام مختلف است. بله. مذاهب مختلف در این مملکت است. بله. لسانهای مختلف است در این مملکت. بله. باید تمام مردم افغانستان اینجا حق مساوی در تعیین زعیم خود داشته باشند. بله. ما رای مسالمت آمیز پیشنهاد کردیم، کسی قبول نکرد. بله. اینا رای دیگه شیست که ریشکن شوید. با من هم نظر است یا نیست؟ این اولین دفعه را با شما ترکت؟ شما اولین شخص بودید من که؟ من دیگه اینجا میفهم دیگه. ما خودم نفر دو را ندیدم تا به بله. آخر شما کور از خدا چی میخواد دیر شده بشن بله شما بسیار شدید زد سلطنت بودیم دیگه طبیعی از لحاظ شخصی خوب برای بگذار بر صورت چون من مرحوم داوتانه بر روزو بسیار اخلاص داشتم به احترام خودش اگر چیزی به دل من بوده نمیگفتم اما راستی بر شما بگم بسیار شوق داشت که نظام چپه شوه نه چپه شده نشد عطفیم فکر شایی ببخشن بده میام من نظام بام بیده که من یک خاندان شد بیدم و قصهش بسیار کشار است و خودهایست که من چطور به ایران رفتم او را باز خصوصی هم صحبت دیگه میکنیم و فکر میکنم گفت که یکانه راه برزیست که باید نظام جمهوری در افغانستان بیاد این دمی 1349 متقاعد شده بودم من 1349 بله من را گفت که یاد باشه که من در روزهای اولم که خودت دیدم گفتم که باید یک رفراندوم در افغانستان بیا بله. اما رفیقای نامرد نگفت بله. اما گفت رفیقای ناجوان ما نامردی کردن گفت ما با هم دیگر اگر عهد نداشتیم قسم پیمان نداشتیم یک مسئولیت مقابل مردم خود داشتیم عدفشان از این رفیقا از این رفیقا دیگر یعنی آقای مجروع بود سید شمس الدین مجروع سید شمس الدین مجروع علی احمد خان پوپل بود بله بود بله دکتر سید بود یوسف خان بود همین گروپی که به همراه از اینکه قانون اساسی را میساخت و امضا کرده بود همین گروه بود اگر به نظر باشه که به این را فکر کنیم ما گفتیم والا از این را دیگه بهتر و خوبتر چیز نیست برای خدا را اقدام میکنیم خب این را از راه مردم امکان نداره باز خود شروع کرد سر جمهوریت ها بله مرحوم داوتان که فرم میکنم در فرانسه چه رقم شد اما باز پایانش به دست اردو در امریکا چطور شروع شد پایانش دست اردو بود کدا اردو کشورهای شرقی میانه یگانه راه راهش نیست که در راه اردو است و ما باید کوشش کنیم که اگر بتانیم در اینجا هست اقتداد مردم باز خودش گفت که من میخوام که یک مطالعه کنم که آیا اینقدر تبلیغی که به ضد ما شده به ظرف این ده سال که از ملای مسجد گرفته تا کمونیست دو آتشه کلش ما رو دب زده بله. و تمام اخبار هم شاهد است که یک اخبار یک حرف راجع به داوود خان به ده سال نگفته بله. بر خوبیش بله. از ملای که سر منبر استاده بود تا وزیری که در مابین کابینه بود و صدر اعظم در پنج صدر اعظم یک صدر اعظم در وزی خانش غیر یک دفعه نور احمد جان اعتمادی رفته تک تک نکرد و یک روز در یک بیانی خود نگفت که اینطور یک انسان هم در مملکت بود جفا کردن و در این زور خب هر صورت من هم میگم بله. لیکن سلطنت همینطور ساخته بود که هر کسی که در خانه زی میرفت او را برطرف میکرد بله. مردم هم اختاش که نگه چیز کار داشت میگم با همه دو چی کار ما چی کار رو بکنیم گم به درماز که یک برم یک ریسرش کنم بین مردم به طبقه پایم که چی کار پر خودش اول مرا گفت که خود میری و سفر باز پسان گفت نه ایش نرم خودم برم خودش بود و پیش خدمتش بود و موتروانش بود و آصفان قومندان بله باز من نفرم بیادم در بله این رفت و به اکسیات ما گوم دور افغانستان میگرد هم ولایت افغانستان ولایت افغانستان بله. از پروان شروع کرد بله تا میمنه از میمنه تا هرات از هرات تا قندار از قندار تا وردک و میدان امیر امیر ایره تقریبا 20 روز یا یک ماه نکرد آخ خدایا که اول یعنی گفت که من میخوام که یک ببینم اول راجع به کودتا چیز نگفتا بباشید که شما غلط خواهش میکنم بعد از اینکه از اینجا آمد فوق را ده خوش بود گفت دکتر اصلا من تصور کردن نمیتونستم
که مردم افغانستان از یک خدمتگار خود قبرتن. و هر چی که تو ما به دی رفتم و قریه رفتم و به کوچه رفتم و بازار رفتم به خانه یک جواری و رئیس هم نرفتم. به هر جای که رفتم و به من امیقه چیز کرد که من مدیون خود ساخت که باید ما به مردم خدمت کنم. اینجا بود. اینا یکان رایش ایست که باید امید تفریقی که کدام قوم بالاست و کدام قوم پایین از بین برود. این مملکت باید یک حکومت داشته باشه که حکومت خود مردم تعیین کنه. دلش هر کسی که اکثریت گرفت مشکل شد. و این زمین را من خود مکلف میدانم که میرام رو برم. با من عمل کرده است یا نیستی؟ ما گفتم من خود عرض بیش چی کرده خود من کرده است. نا گفتن همونه که ما بر شما بگم که روزی که سرمی قصارمه روزی که مرحوم داوود خان استیفای خود به وزیر پادشاه نوشته کرد و من را داد که ایره به دفتر قلم مخصوص برو ثبت کن و پس بیار بر من گوره که بودم ثبت کردم و من ورق استیفای خود سر میز شما دادم مرحوم داوود خان گفت که خودت میخوای که سیاست کنی بر تو بسیار نواخ شده چرا گفت من نمیخوام که سیاست کنم که میخوام که حزب باشه مردم خودشان باشه تو اگه باشی باز ما گفتم این خدا نخواسته باشه خب به هر صورت تقدیر پیش از اینکه همزمان با او شما بله پیش از اینکه اعلان استعفای داوود خان به رادیو گفته شود یا دکتر یوسف خان ما استعفا کردم با استعفای ما اونجا موجود است و خدا مغفرت کنه تقریبا من 4 سطر استعفا کردم و داوود 6 سطر به پشت نوشته کرده هرچی که نوشته کرده استعفا نمی اونجا مونده باشه خب این استعفای شما را فقط داوود خان منظور کرده منظور کرده اون منظور نکرد اون نوشته کرد که انمی آدم موزی که مره که من میخوام که با فاکولته برو درست است از صدر اعظمی که در آینده تعیین میشه من خواهش میکنم که به اجازه بده که برم وقت دکتر یوسف خان میگو به خاطر چی که حالا که خود تو شه معاون دیگه یک اکثر عمل دیگه ندارم خب میام سر اصل بیام بله سر اصل بیام من بله اینجا من فکر شدی و با سر چی بود که خب ای خواهم کامیابی دارم ناکامی دارم بله اگر ما کامیاب شدیم چی باید بکنیم پلان من اینا میگه که امی خطاب با مردم نوشته میشه نوشته نمیشه خامی چیزای پلان 5 سال پیش یعنی میگه میگه که اگر ما کامیاب شدیم چی بکنیم امید که پسانی برنامه خطاب با مردم برآمده کرد هرچی میدید دکتر سر محترم ببخشین امید یک سوال بسا عجب امید خطاب با مردم افغانستان حزب دموکراتیک خلق افغانستان بخش پرچمش میگه که ما نوشته کردیم این واقع داره؟ ما اکسط دیر شما نمیبینید در خطاب با مردم بله. مقدم اون شیزاش بگذار بله. همون پلان اقتصادی که در پلان پنج سالی اول دوم تطبیق نشون باشه معذرت میخوایم دکتر سر هدفم صحیح است که شما ما فهمیدم که شما چی میگین که یعنی امو اهدافی که شما داشتین در این گنجانیده شده اما نوشتهش واقعا کی کرد یک دفعه شو ابی متن ادبیات شه بله این نمیره گفتم به شما میگم که تمام انیره که شما میبینید بله ماده با ماده من نوشته کردم اگر شما یک سطر چی یا یک عبارت زیرا دیدین که در پلان 5 ساله اول دوم در میانه های صدر اعظم نبوده این رفقا نوشته رفیق قاضی فتن خواهد اما این که رفیق خواهی کمک کرده من با شما میگم که وقتی که مرحوم داوود خان مرا به همین جنبندی که بعد از 26 سال تان شد این را داشت نوشته کرد که خطاش هم وجود است مرا داد که دیگه هم کم و زیاد این طرف طرف اگر بکنی من چی کردم؟ من از این تمام کسایی که حزب داشتم از تمام اعضا بدم از تمام اعضا خودم شخصا تلفن کردم برابر نظر خواستید و خواستم که خواهش میکنم که شما مرامنامه خود و نظریات خود در باری جمهوریت به من یعنی امیر شما متن روان کردیم بر از وقت متن نه متن من نشته کردم که شما خط مشی که دارن در حزب به ما روان امیر به ما روان بسیار اینا رو به ما روان کرده براستی هم به شما میگم که اگر ما بگویم که مثل که اونا هم از این پلان های پنج سال اعلام گرفته باشن فهمیدی؟ ما چیز متضادی در اونجا من ندید چیز ندید نه تنها از پرچم و خلقه بله حتی هم مساوات هم شده جاوید هم دگاه دیگاه هم کرون کرده یعنی وجوی مشترک بود این تو چیزی که این خطاب به مردم خود شما میفهمید که شما یک ادبیات مترقی داشتید و دارید داشتیم امال هم داره امال هم داره شمسی را خوشی دیمه امال هم خدا قبول کنند داره شما دیم اول تا خطا آخر خطاب به مردم اگر یک لغت مترقی را ما بین شافتی شما نشته کردید اما ما ممنون هستم که کل زینا ما روان کردن، کل روان کردن، ما دیدم در اونجا اما سبک نوشته رو ببینیم مقدمه داره، مؤخره داره
خب اونا رو شما با قایسه کنیم بر روی سبک شناسی بس. اگر میبود ما خوشیم بیاین دکتر سرازی بس نکنیم که کسی نوشته کده یا نکده حرفای ما بزامن بیاین پس رسلی آره شما نوشته های مرم خواندین نوشته های دیگر رو خواندین با خطاب مردم با سر دیدین میفهمی که از کی نوشته کده بسیار خوب این رو میمانده یه من پس سر اصلی گر پس سرمون نقطه که شما با مرحوم داود خان دیدین و اونا گفتن رفتن ولایت افغانستان بعد از او باز امی اندیشه با وجود آمد ام طرز تفکر به وجود آمد ای که ما اگه گرفتار میشیم چی میکنه مردم این خوب به کمر بسته کرده بودیم که اگر ما ناکام میشدیم امیر مردم که سر ما کف نزده بود کل بروی ما توف میکرد دنیا همینطور بود اما آمد و یکی اون چیزی که بسیار بود که تشویش ما این بود که خدای ناخواسته نشود که مردم چون سالهای سال به نام سایه خدا گفته اینطور یک اکسالامر از طرف مردم نشود خب به هر صورت تمام بدی هاش هم بود و خوبی هاش هم بود میشان داشت بود و شروع کردی و برای خدا من کتاب به شما نشته کردیم که از نفر اول تا نفر دوم و چطور آمدی ما جیران آمدی بالاخره میایم سر از اینکه این قیام به پیروزی رسید اینال دکتر صاحب محترم هم طرفداران شاه هم عذاب چپ و راست اما شما را ملامت میکنه یعنی کمی رژیم شما را میگن که فقید داود خان به خاطر خودخواهی شخصی این آن ولی شما یک توضیح بسیار جانانه از قبل دادین و گفتین که نه این تو پلان از گذشته بود میخواست که دولت جدا کنه از حکومت این آن آده سوال ما در این رابطه ایست که 5 سال بعد از کودتا نشان میده که عذاب سیاسی همشان اجازه فعالیت نداشتند یک رژیم به کلی تکفردی در افغانستان حکم فرما بود و بعد از کودتا حتی لویه جرگه یک لویه جرگه تقریبا تصنوعی مردم میگن بود و بجز از محمد داود خان یک نفر دیگه در برابر از کاندید وجود نداشت که کاندید خدا بکنه آیا اینمی حوادثی که 5 سال قدرت رژیم شما ای حوادث که اتفاق افتاده در یک پارادوکس یا تناقض با امی گپایی که شما گفتیم که داود خان اینی تیپی پلان داشت و دموکراسی را به یک شکل دیگه میخواست که تیز کنه قرار نمیگیره این را چیز داشت ما خدمت شما عرض کنم که ما مردم یکی از عادت های ما هست که بسیار کم و سر هستیم بله فهمیدیم؟ بله و هر چیزی میخواییم که به ظرف دو روز از این رو بیش بله یکی میگه که شما آزادی مطبوعات را آوردین، یکی میگه که شما چی را آوردین، یکی میگه که چی را آوردین، حق داره. بله. اما شما فکر کنین، بله. یک نظامی که وقتی که تغییر میکنه، بله. یک تحول از این معنی تاریخ یک دفعه شما میتونین که به ظرف 5 سال به آزادی مطبوعات بدین، اگه آزادی مطبوعات ما میدادیم، دیگه میدادیم، و در برای قسم میخورم بر تو که الازه از ازایش ها را پس سر سینما تو میشون. بله. فهمید باز همون خان بود و همون ملک و همون قریه دار همون ملک به یک نظامی که میاد شما بگوین تاریخ بخوانین کمی نظام جمهوری که در امریکا آمده پیشرفته ترین مملکت دنیا است بله. اما بین 1 تا 3 میلیون نفر اینجا به طرفدارای شاه به کانادا فرار کرد بله. و هزاران نفر منقد و بدبین در این جمهوری بله. ای تو نمیده که جورج واشنگتن آسو چوب خود گریسته که برادرها دیموکراسی و کل مردم گفته لبک یا واشنگتن بله. بعد 10,000 نفر اینجا کشته شده بوده. 100 سال وقت گرفته 250 سال تو به امروز رسیده. بله بله. شما سالهای اولش بخونید 100 برابر حکومت داود خان بوده. بله. هر نظامی که تغییر کرده یک دیسیپلین کار داره یک نظم کار داره. بله. گفته دانشون که خوش آدم نمیتونه که آره هر عذاب لغ و کتی خوب برد. ما رو خود خیلی شما بگذارید که ما نفس خوب بکشیم. یک مطیر نشده بود که تمام جنرال ها و ملاها یک جا شدن یک کودتا کرد. بله. پشت سرش یک کودتا های دیگه ملا پشت بله. سر دیگه کودتا پشت دو شرایط شما فکر کنید ما نظم اداره میکردیم و اول میامدیم که برادر رفیق پرچم یا تو برو پس از بوده شروع کن بله. ما رو خواه اخیل میموندیم که ما خواه نفس بکشیم به نفس بکشیم حالا که نام گرفتیم رفیق پرچم اجازه بدین دکتر خب که یک سوال کنم از شما خوب یادم است در سال 1352 من 16 ساله بودم یا 15 ساله و هر دو جنایت به دموکراتیک که خلق افغانستان از این کودتا با وجود بازپسند این مورد گفت شدیدن استقبال کردن حتی بخش پرچم خودم منحل ایران شما خبر دارید و دفاع کردن تا زمانی که رژیم داود
روی گشتند از گروه چپ و انداخت خود به دامن به اصطلاح به اصطلاح به خاطر از این میگم که مردم میگم مردم میگم ایران و پاکستان و عرب سعودی که اونام جفا کردند درست نه؟ یعنی اعضای چپ خواسته دفاع کردن از داوود خان تا آخر دفاع کرد و دفاع میکردن حتی در زمان کودتا خوب به یادم است که بر حزب بخش پرچم دستور آمد که اگر کسی سر داوود خان رژیمش حمله میکنه شما در دفاع از داوود خان برنید این خوب یادم است در این رابطه خون اعضای چپ دفاع کرد از داوود خان با کلی دفاع ما در شما بگویم که نه تنها اعضای چپ که اعضای راست هم بله یک هفته از حکومت نگذشته بود بله که ما از جناح پرچم بله از جناح خلق سر خوب گفت آمدین بله فهمیدی؟ بله کل از اینا ما خطای اینا رو گرفت ما نوشته کردن بله که ما حمایت خود از جمهوریت ایران میکنیم بله و اگر جمهوریت بله در این زمان بخواه که ما منحل شده ما خود منحل میکنیم بله و یک جوان افغانستان هم که باید بگم که منور بود اینا به ضد جمهوریت نخستن بله اتنا نیست که اینا باید که ما همکاری کردیم بله. جینیت آمد طور بود بله که من فکر میکنم هر کسی که عقل داشت همکاری میکرد بله اتنا و استقبال بسیار بسیار شدید مردم استقبال شدید مردم بله بله این عذابی که شما میفهمین که هر کدامش به خیال یک نماینده یا دو نماینده در شورا داشت یعنی نیم فیصد هم نبودن بله. اینا تحتش فشار روحی مردم بله. مجبور بودن که کارا بکنن خواهی نخواهی میکرد خودش منحل بود از بین رفته بود بله. اما بر زنده ماندن خود اینا هم کار کردن خط روان کردن ما خطایش ندیدیم ما بر جواب دادیم برشان از اونا تشکر کردیم و ایرم گفتیم بله. برادرای عزیز با تمام حضوری که شما داشتین اما رسمیت نداشتین بله. درست است؟ بله. فلحاظا ما به شما نمیتونیم که آره ما نکنیم که شما هیچ منحل شینا نباشت بله. چون در شما در سابق هم قانونا نبودیم بله. اما بودیم بله. استادان بله بله فرهاد ما از شما همین خواهش میکنیم که در این شرایط بله که مملکت در این حال است و همش ما ماجراجویی نکنیم ما در کشتی قرار داریم که چهار طرف ما رو طوفان گرفته شما شاید نمیبینین اما ما میبینیم بله. کردم غلط میشیم از شما خواهش میکنیم که شما برید ماجراجویی خود بشین جای خود بشین بله اما با کمال تاسف برادر عزیز من بله که بعضی از اینا بسیار زود زیر تأثیر های تبلیغ رفت که آیا من نمیفهم که تبلیغ ها از طرف شرق یا غرب هر کس که بود اینا را طور قانونی ساختن که داوود خان حالا رفت به دامن ایران رفت حالا داوود خان رفت به کجا رفت حالا که داوود خان به دامن هیچ کس نرفته بود نه رفیقاش رفته بود سیاست بی‌طرفی ما واضح و روشن بود ما یک مملکت غریبی بیچاره بودیم ما از هر کس میخواستیم کمک بکنیم ما میگرفتیم از هر کشوری که ما به کمک میگرفتیم به کشور دیگه میگفتیم اینطور پد نبود ما هیچ مائده را شما پیدا کرده نمیتونید که داوود خان با شاه ایران یا به عربستان سعودی یا به پاکستان کرده باشه که به ضدش بوده باشه و برعکس و برعکس بله همینطور ما سیاست بی‌طرفی ما مطلق بوده اما واضح به روسیه ما میگفت نه تنها به روسیه وقتی که ما روسا رو زعیمش میامد در افغانستان بله وقتی که زعیم امریکا میامد در افغانستان داوود خان به صورت واضح و سری وقتی که سفیرش محمد پستان میگه از این کی تو میبرش میگفت بله یک سطر ما پود نداریم از هیچ کشور فلحاظا یک سر عزیز که بله. اینا بسیار بیوزلگی کردن این عذاب چپ دفتن یک تیداد ازی شروع کردن به شبنامه پخش کردن بله. که درست نبود در زینا بله. در حالی که ما به اخوانی هایی که دشمن زینا بود بله. ما را به نام زینا اخوانی ها تکفیر میکرد بله به نام کمونیست در حال که کمونیست شما بودین شما بس خود قرار میگیرید شما نمی عذاب بودین بله. از این خاطر یک زمینه را به مساید ساختن که اینا را به هم دیگر درگیر کنند مثل که با افغانی ها درگیر کردن ایسا و از دو طرف بودم در طرف حکومت متاسفانه ما در سال آخرش من نبودم شما تشریف نداشتیم بسیار جالب است پس یک کمک عقب میگیرم یک سوال دیگه دارم شما چی وقت نورمحمد ترکی ببرک کارمل حفیظ الله امین نشناختین که باز در رابطه با یک سوال دیگه ما دارم شما مختصر اگه جواب بدین باز ما یک بخش دیگه ما با اول کسی را که ما از اینا میشناسم نورمحمد ترکی بودم بله نورمحمد ترکی را فکر میکنم به سال 1322 شمسی
شمسی ما و شما چه میگه خورشیدی شما؟ ما مترقی خورشیدی ما این شناختم که برادر یای قارزاده خلیل نام داشت مکتب تیبی هم سنفی ما بود در محمد ترکی امرای از یای قارزاده مدیر شخصی عبدالمجید خان زاولی بود و او به خانه زیای قارزاده بود ما اونجا بود خب بابا کارمل دیتادی ماسلی دیتادی ماسلی شما حفیظ الله امین حفیظ الله امین ما به شما بگم که ماسلی نه بله ما حفیظ الله امین به توسط تاج محمد خان وردک مدیر اداری صدارت خب میره شناخت بله که یک بورس تعلیمی داشت بورس تعلیمیش به کولومبیا یونیورسیتی بود بله نمیفهمم چی بوده او وقت حکومتی به ضبط احوالات تعلق داشت به کولومبیا یونیورسیتی این یونیورسیتی کمتر کسی نمیمان که بره بله فهمیدی؟ میگفتن که یاد بکنیم و شیداش من هم میفهمم بله افیدولا همین یک بورس از کولومبیا یونیورسیتی برش داده بود وزارت معارف بله این ضبط احوالات این رد کرده بود بله دستگاه استخباراتی بله این همراه تاج محمد وردک آمد پیش ما و دلایلی که میگو دلایلش بسیار قانع کننده بود بله یعنی کدام مانعی پیشش نبود بله که اینه رو فهمید بله وقتی که با مقامات بالاتر گفتیم به این اجازه داد که بره باز تا پیش از حزب دموکراتیک خلق این گاهی که مرا میدید بسیار احترام میکرد باز وقتی که حزب شد دیگه بازی رفت ما به طبقه مرتجعی رفتیم اونا به طبقه سرخ این شناختی حالا یک سوال دو سوال مختصر میخوایم که در این مورد گپ بزنیم گرچه سوال های فرایز با میل سر مسئله دید دکتر صاحب ما کتاب خاطراتتان نوشته کردیم که ترکی را خواستیم بردیم پیش قد داود خان معرفی کردیم من نخواستم خود دیم آزا کده شما و در اولین صحبت خود آقای ترکی سوال کردن از داود خان که به خدا عقیده داریم یک پاره گفتن که ما او را خواندیم او را میز که بابا کرمل وقت که ملاقات میکنه که داود خان پیشنهاد میکنه برای فقید داود خان که شما یک حزب سیاسی یا بسازین یا یک نشریه بسازین های جای خدا و یا ای که شما نایب السلطنه شوین و میگه که حزب ما حزب کودتا نیست حزب ماجراجویی نیست این که میگه پا فکر کنم سر داود خان چندان خوشم نمیده این شما بیان شدید شما بگویم که یک کمی اگه مختصر من کسی که بسیار در مبین امی حزب خلق و پرچم بمیشنختم خدا بیاموزم میرک برم میرک بر ما با لیسی اسکری هم سنف بودیم بله. سنف دوازده رو یک جای خواندیم و چند تا یک گروه رفقا بودیم که تابه ما آخر عمر ما رو بود رفق او برای رفته بود ما برای رفته بود اما دوستی شد اما دوستی ما فوقلاده خیلی بود اندیشه های تا نقطه یک وقت بود ما خدا اندیشه وقت ها ما نداشتیم که مطرح بسار رفقای ندیک بودیم تا وقتی که بهت برم وقتی که حزب خلق مؤسسینش که جمع شده بود بله. دو وقت میرکبر آقا عسکر بود و عسکر او حزب نمیگرفت بله بله چرا حضور اعلی حضرت به حزبا تا جایی که ما معلومات دارم بله. کسایی که حزب میساخت دو هدایت داشت بله هدایت اولشی بود که بله بله دکتر شما به امرای داود خان دید و دید نداری دوم به عسکری مداخله نمید به عسکری مداخله نمید بله که اگه به مرزی همینطور گفته بودن باشه بله. که به این دو چیز که تعریف داود خان کردیم یا بسکری مدوم شما نیست خلاص و این رفیق خان براستی که صادقانه به این امرای پاشا اشتاق تا داخل یک نفر از طرفداری داود خان نکرد تا که تانست بدش رو گفت بله. حتی به اخبار رو دیگر بله. و یک نفر از هم بینی خدا به وجود دراز نکرد بسیار. از این خاطر میر اکبر خیبر چون عسکر بود اینه نگرفتن این به جمله مؤسسین نیست بله. تا که این رفت و باز استیفا کرد و چطور شد باز دیست این جریانش بسیار خوب این میر اکبر خیبر وقت شد که تو نور محمد ترکی را یک کار کنیم که داود خان میبینه بله مرحوم داود خان از جمله کسایی که خوب نمیدید یک ترکی بود با کنم دلیل خوب میمزاییم خوب دیگه خوب مود از هر کس کسا توپا میزن بله بله مطلب از جمله چند نفری بود که خوب نمید خب به هر صورت تخدیر مکه خدمت شما گفتم و اون وقتا معمولا کسایی که داود خان میده زمرای قلم مخشوش میدی بله بله همین مردم عادت شده بود کسی میدی بله ایر گفت و داود خان گفت خوب بر بردم ننفهم در خانش بود تا پاک مجلادم رفتا این ترکی سیب کرد چی شد اول کن ترکی بر داود خان گفت که ما بسیار تشکر میکنیم از شما که از اون پرسان کرد که ما بدیم کرد شما میخوایم سوال کنیم بدون مقدمه شما به خدا عقیده دارین و نداریم خان این یک دفعه مثل کسی برد داده باشه بله این آدم دیگر خان شد ترکیسه یک مسئله شخصی کس هست
ای با شما چیست؟ با... نه، نگو با شما این دین بود مسئله شخصی کس هست کسی هر چیز نکارم باشه و با خدا ایمان دارم تا کسرم هم برمه دوم یک گفت دیگه هم داد کرد از این کرده بدتر رفته سوم از اون پرسان کرد که ما را حزب ما دیگه حزب از اینا دیگه وقت به خواهر میرسته که داودی 30 نفر هم نشده بود آه بله حزب ما دیگه هم که حزب گفت مستی حزب کمونیست تا در جمهوری شوری پشتر دیگه باشه و از ما از شما تشکر میکنه که شما را اولین کسی هستین که رابطه به اتحاد جمهوری شوروی دوستانه ساختین گفتن آقای تریکی غلط شما فکر میکنه این منافع مردم افغانستان هر کسی که به افغانستان کمک کنه دوست ماست و هر کسی که امروز به شوروی ها کمک خود قطع کنه من دشمنش هستم یک گپ دیگه هم میزد خود داوود خان چای ما آورده بیدم سر خان دست خود دراز کرد امان خدا تریکی همون چای حرام کرد سر شده باز یک دفعه دیگه هم شله شد بله همین چیز که دفعه بعد نگفتی گفتی دفعه انشالله این میره اسلام میکنه بله اگر تو میره باز بگیری یک دفعه که بیرون مفتی و برای چی میخوای میره اکبر آقا ولی از خدا ما رو بگذار دوستی ما رو خراب و این دفعه دفعه دیگه کرده بتر تو به میره اکبر گفتیم و میره اکبر بیشاره بسار خودم دو زد و رفیق خواهد بگم دو کتا یک دقیقه میتونی بگیم که دفعه دوم چی؟ بلا مشه پشتر بگیم اما بسیار خوب خب سر از این مشخصات گپ نمیزنیم من اون سر ببرک کارمل بله ببرک کارمل من فکر میکنم که از سال 51 می وقتا برج هود و همین تشتا بود که بله ببرک خان برعکسی که مردم میره که بسیار کوشش میکرد که مرا نبینه بخاطر که شهرت من رو خراب میشد نه که کسی حکومت داره بنام از اینکه نفر داد خان وابسته به شما میگه من مرا دوست داشت اما دلش میخواست که شیرت بزنه نه کسی آمد و مرا گفت که میر اکبر بود یا کسی چرا من میر اکبر همیشه میدید بله که ببره خان میخواد که داوود خان این دفعه اولش که داوود خان می دگار دیگه افسانه از دروغ است که داوود خان از فلان وقتی فلان اونا کلش دروغ است قطعا من باورم نمیکنم بله رفتیم اونجا و کارمان شد و رفت و داوود خان عادت داشت کسی که میام میمان گوش میگرفت گفتش بله خب ببره خان بسیار سلیمی سوسیالیزم و آیندهش و درخشانیش و برای افغانستان شد و بسیار توضیح داد تقریبا ده پونزده بله ببره خان برای داوود خان گفت که شما کارهای کردین چه کار کردین این گپایی که مردم میزنه بله در این مملکتی ضعیف است که شما یعنی کار نکنیم شما میتونید بله. که امروز یک حزب بسازین بله یا میتونید که نایب سلطنه شوین یا بله بله خب مرحوم داوود خان برش گفت که کارمان صاحب ما دوری خود تیر کرده این مرکز و چیز میفهم دیگه نه دیگه را بر شما نیست دیگه ایف است که شما ما بارده نکنید آگر او گفت که دیگه رای دیگه به قدرت رسیدن شما اگر بخواهید به قدرت کودتا است و کودتا چیزی است که او را همین طرف جوانا او را رد میکنه و ایش قبول نداره و ما برما بیش طرفدار از این نیست خب البته او نمیفهمی که ما کودتا میکنیم او خبر نبود از این قطعا نه اگه میریزه تو بیرون نمیگفت نمی تو بیرون زاکتی نمیکرد که بگه تو شما هایی و بین زاکتی نکرد دکتر صاحب خواهم گفت خود عقیده خود گفته دیگه بله 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 همونطور بود همونطور بود همونطور بود در وقت اگه ما با شما بود که ما گمان نمی کنیم خود ترکی هم به فکر کودتا نه هیچ کس نبود هیچ کس نبود اصلا در فکر یعنی کودتا هر چیزی بکل فکر بیشتی بود بله بله گیره ما بگویم که یعنی کارمل گفته که ما کودتا خودم حس نمی کردم هیچ حس به فکر ده نبود نه او از رای مسالمت آمیز پارلمانتاریزم نه غیر از این را قدر علاقه من به حضور علاجرت صحیب شده بودن که باور کردن شایی مشروطه رفت زد صحیب آه آه مشروطه خود اما نشد مشروطه می گفتن که نمی هست دیگه خلاص خدا با ما داده و حکومت که تأسیس میکنه بدون این میگفتن که اگر پادشاه باید که حکومت هم شما برای تأسیس کنه خب با ما نمیرسنی بله بله میتره میز که حکومت خودش تأسیس کنه بسیار خوب بله اینجا مرحوم داوود خان برش گفت بدون اینکه تماس بکنه تا بگیره دیگه گفت کارمل صاحب یک چیز ما برات میگم بله شما جوان هستید بله مطالعه شما بسیار خوب است که اینا اما تجربه که ما دارم گفت سر اسلام این مملکت بله اگر این سوسیالیسم که شما میگین که به منفع افغانستان است شما نه اگر به برچی روس به افغانستان را پیاده کردی گفت اگر زنده بودم در روی توف کن اگر مرده بودم در مرده بشد امیر اکنم که برخونم کارمل چوب کردیم چند دقیقه بودیم چای تو بودیم برمودیم بله وقتی من کارمل دیدم بله که از روشی آمده بود و تخشوشته بود بله. خدا بیامرزه برمو گفت
اینا رو ما میفهمون که اگر من شسته تو رو گوش میکشیدم نروشی میبود نمرهش جمهور مملکت بیمت دفتی این در کدام سال بود؟ چند روز چند وقت از رئیس جمهوری برای کارمل میگذاشت دکتر سید؟ یعنی من فکر میکنم که ملک خواست یک هفته یا ده روز بود یعنی بعد از ده روز آمدنش سر قدرت به این معتقد شده بود که ما اشتباه کردیم و روسا که آمدن این اشتباه در افغانستان و فاجعه به وجود آمده یعنی به این معتقد شده بود کارمل من میفهمم که زود فهمید بله نه ببخشید این که اشتباه کردیم این رو بعد گفت بله چند ماه بعد والله فکر میکنم که تقریبا یک سال بعد یک سال و شش ماه بله بسیار خوب پس ما این سلسله گپ خود دکتر صاحب از اونجا شروع میکنیم این سوالای فرعی بود گفتیم که آیا ما و شما که گپ میزنیم شنوندم خود داشت یا خیر ما و شما بر پر چی فرق نمیکنه دکتر خود ما کار خود میکنیم دکتر صاحب محترم ما و شما به انگلیسی میگه وی هاف فان یعنی که ما و شما سات ما تیر خلاص دیگه اینو فکر نکنید که مردم نمیشنوه با بسا علاقه مندی میشنوه شخصیت های مثل شما را مردم باور میکنن که شما هنوزم درسی زنده است اینا خب نه خواهش میکنم از میگه یک قسم برات بفرم یک کسی بود اینجا بنا این خدا جور کنه میگم مریض شده بیچاره این مرد بسیار دویزه بله بله یک روز از نیوزیلند یک رفیق داشت و برم تلفن کرد بله تلفن کرد و مرا پیدا کرد و بسیار خوش شد از رفیقای کودتای ما بود بله که گفتم تو چطور فهمیدی که گفت من خیال کردم تو مرده هستی گفتم چطور فهمیدی گفتم یک کسی پرسیدن کردم که زنده است گفت زنده است گفتم خانه پدر امیری آواز کرد قلم با آواز که من تو زنده است دکتر سوال کسی که دو میزنه که اخلاق نداره شما میفهمین و دومی که اما خوب است کسی دو شما رو میزنه که ما اگر کسی دو میزنه رو بخشتو او حسابش علایده است این مردم افغانستان میفهمن مسائل و خانه پدر شما و خصوصا بر جوانای اگر سر نه نشین ما شما گپ ما شما گپ حرف خدا میزنیم من پس سر دوره کودتا کودتا به پیروزی میرسه ادامه پیدا میکنه و بالاخره میم سر آخر مرحله و شرایطی که باز یک گرایش میگن که در سیاست رژیم جمهوری به وجود میاد شما را از صحنه دور میکنن و تا جایی که ما شنیدیم خانواده شاه از طریق فقید نورآمد اعتمادی پیام روان میکنه و شما را به نام ما راستین یاد میکنن در درم رژیم جمهوری داود در این مورد گپ بزنیم ما قسمت خدمت شما بگویم که کسانی که در کودتا بوده بسیاری کسانی که بارها سم شدمه کرده زیادتر بوده بله یعنی اگر من ما راستین بوده اونا شمشیر راستین بوده بله اما چون ما راستین در خانواده شایی میگه شما در حال که شما خیلی شخصیت بسیار مطرح در جمعه بوده من با شما بگویم که نه بله من همین را گفتم که دیگر شمشیر آستین دیدن فهمید که یعنی اونا از ما کرده در کودتا سهم بیشتر داشته فعالیت زیادتر داشته بلد. اما چرا نام من میگرفتن چون بلد. من مشهور شده بودم به مرحوم داوتوان نزدیک بودم و اونا رو کس نمیشد و شما رو من نیست یک آدم چپ و طرفدار شوروی هم میشناسید از مردم به این نام میگن که باز اون مقال از شما یک سوال دیگه دارم باز مردم خوب بگوید ما خوشم شمار که بگوید خوب چپ بگوید راست آلی ما خواهم هستم صد دفعه من چپ شدم و صد دفعه راست بالاخرم خودم هستم خلاص بله گفته بوده واقعا بله بله آه گفته بوده نه تنها گفتن که بسیاری راه گفتن اینا که و داوته از همون جا آغاز میشه برده شما به اینکه که مره به جمع داوتان روان کرد و میگم ایره کشید و ایره چه کار کرد و چه کار کرد باید من یک چیز بگم با تمام اعراضاتی که من با مرحوم داوتان دارم بله و خواد داشتم بله چه همه تا به این لحظه بله از او کرده وطن پرستر و عاشق افغانستان کسی ندید شاد باشه من نشناسم حالا این احترام شما فکر کنین که با این رنج و زحمتی که ما در او کودتا شامل شدیم بله و سر خود در کف دست خود ماندیم بله و یک کسی می آمد و من رو می کشید می گفت برو من امروز می خیستم دعای سرش می گفتم و هیچ جایی بله هیچ انسانی کار رو نمی کنم بله فلا زمین گد دارد بنانی انتخاب خودشون بس من این بر شما بگم که دو نفر می فهمد که ما چرا رفتم به ژاپن بله یکی داوتان که مرده یکی خودم بله دیگر هم این یک سبون هست ما برادر بله با تمام احترامی که به مرحوم داوتان دارم کمیته ما داریم که کمیته مرکزی یا سرگروپ ها داشتیم ما بله که این سرگروپ ها داوتان رو به ایش رئیس دولت تعیین کرده بله و من رو به ایش معاونش یا به منشی کمیته مرکزی و رئیس کمیته مرکزی بودم و منشیش مرا کمیته مرکزی انتخاب کرده بوده مرا داوتخان انتخاب نکرده که باشه تو معاون صدارت باشه و معاون ما باشه دیگه باشه بله فلا اگر مرا کس روان میکرد باید مرا کمیته روان میکرد بله
گفته توانستم و اگر من نمیخواستم که بروم دوران زندگی نشان دهنده یه چیزی است که مجرات زیر داشتم که معمولا دکتران مخالفت کنم بگم من نمیرم اما قابل نیست از بس که زجت روحی بر دکتران خلق کرده بود که خاندان ما خراب شد تباه کردی من نمیخواستم که همین زجت با او باشه ما خودم از پیشش خواهش کردم سه دفعه و دفعه آخر راضی شد که ما خودم در خواهش کردم. ولی یک سوال دیگه میکنم دکتر سید. شما چی وقت عضو کجبه شدیم؟ خوب. معاشتان چند بود؟ چی امتیازا برازا دادیم؟ چی گزارشات از افغانستان برازا دادیم؟ و چی کارا کردیم برازا؟ یکی خود از؟ بر کجبی سرم؟ بر کجب. خب بعضی آدم ها یک لغت از ولانتیر هم میگن نی؟ ولانتیر میگن داوطلبانه بود داوطلبانه هم از برای خدا بله من اگه فکر میکنه که من داوطلبانه بودم چرا این داری چیزی که نشان بوده که ما یعنی که ماش نداشتین نی ماش اونا روستا میقدر ماش نمیداد که به درد کسی بخورم بلا میتاب پایین بله این حالا میگیریان همه میخوایم که شما تشکر گرچه مذرت میخوایم دکتر سید محترم ما یک لحظه ببخشید بقدر کافی شما جریان رشدتانه که چگونه آمدین بلند شدین گفتین و شخص خودم بسیار زیاد معتقد شدیم به یک فای شما صادقانه گفتین اما میخواییم از زبان خود شما بشنیم ما برد بگم که متاسفانه که ما مردم افغانستان بله و نظامهای نسل به نسل کلان شدیم بله که هر کس فکر میکنه که یک کس دیگه کسی به وجود آورد بله به عبارت دیگه ما به صورت عموم در افغانستان نفی شخصیت شدیم بله وقتی که انسان در ذات خود نفی شخصیت شده باشه بله. نمیتونه به دیگه کسی شخصیت قائل شه وقتی که کسی جرأت و ایمان زیر نداشته باشه که در مقابل یک نظام استاد شوه بله او فکر نمیکنه که یک کس دیگه هم این کار میتونه کنه فراز هر کسی که میکنه میتونست بله مثل دلیل از اینکه شما را ارتباط میتن با کجبی چی هست؟ من همینجا باشم بله چون اینا با کسی لایق نمیبینه لیاقت نمیده که اهلیت داشت لیاقت داشت خود دانست اونجا برسنه فرم میکنه میگه یک کشور خارجی که اینجا بود بله تو فکر نمیکنه که میشه که یک فرزند از این وطن هم لیاقت و اهلیت و شایستگی زیر دیسته باشه خود به یک مقام برسنه و در حالی که تمام عمرم با ما مغرزتی شده و سرم دکفه داشته من بله فهمیدی من کسی به خیرات جایی ناورده بله به هر طوره وقتی که مرحوم ما داود خانه بله به نام شاهزاده سرخ میگفت بله من نمیفهم چرا ما بینیم کلش باز برم یک شما شخصیت دوم بودین داود نیه شخصیت ما شخصیت دوم ما خود شخصیت دوم نست نه چون مرحوم داود خانه بسیار تومت میزدن برش که به روش بسته است بله و خصوصا به 10 سال آخری که مرحوم خانه همراهش شدن بله. مثل گوش شاهزاده سرخ میگفت اخبار پیشش بردم که شاهزاده سرخ نوشته کرده به سر ما یک چیز نوشته کرده بودم تو که این نفر روس است و اینطور شما گفت صاحب آمورده داود خان گفت دکتر شد سخرام نکن وقتا همی سرخکان سرخکان شده در کابل بسار رو بود و اگر من مرحله سرخکان نکشترم سرخکان شده نمیده بودم چی کار بردارم ما در 3 کشور هم داود خان و هم ما دوستایی داشتیم و سیاست مملکت ما ایجاب میکرد که ما اول با هندوستان و روسی شوروی و با ترکیه بله. و اسم مملکت ما و مدرنیزم افغانستان دکتر تا وزق نگذاریم با پروژه های روسیه شوروی امون زمان و زمان صدارت فقید داود خان شروع میشه بیشتر باشه کنید این رو میمانیم بجاش یک سوال دیگه در این رابطه تعداد مخالفین جمهوریت و به خصوص شاهپرستا و مجاهدین مخالفین در مجموع رژیم شما میگن که کودتای داود خان به مشوره شوروی شد و تحصیل کرده های شوروی بود گرچه ما در کتاب شما خواندیم احصائیه دقیق دادیم که چند نفر در شوروی تحصیل کرده چند نفر او را داریم اما میگن که اتا تیاره ها خوب این تبلیغات هستی را من میخواییم از شما سوال کنم که اتا تیاره ها از تاشکند خیستن بمبارد کردن یه پا که همیشه یک فانتزی شما در این مورد چی میگن؟ من پیشتر به شما گفتم کسانی که جرأت و ایمان زیر نداره که در یک تحول سهیم شود فهمیدی؟ اونش وقت فکر کردن میتونه که دگران کار کردن میتونه یعنی که این کودتا به هیچ وجه ما یک چیز دیگه بر شما بله. فرد میکنم اینا قرینه سازی میکنن بله چرا میگن که اینا در پرچم بله به خاطر که پرچم ها نزدیکتر به شوروی بود بله. ما رو به این رقم تو بله. اما ما از پرچمی ها
بله. از خلقی ها، بله. از ستمی ها، از شولی جاوید، این چهار تا کمیست میدونی؟ بله. ما از صمیم قلب از اینا به اینا احترام دارم. بله. به خاطر اینکه عمق شرافت و نجابت بله. در اینا وجود داشت. بله. که تا این روز یک نفر از اینا نگفت که ما در کودتای 26 سرطان سعیم بودیم بله. و یا یک از رفیقای ما بود. بله بله بله. اما حالا خودت فکر کن که مردم به دیگه به کدام شرافت دیدن؟ من نمیفهم به کدام سنت میگه. بسه. اما اینا همین شرافت داره که تا امروز نگفته. اما بعد از 26 سرطان که رفیقای ما رفته تو توپرک شده اخوالی شده راستن او یک بحث دیگه است که یک بحث دیگه در کل زمان به مصیبت هفته سال امیرم میگم که با استشاره روسا شد روسا در ایسان داشت و مشاورین روسا بودن و حتی تیاره ها از تاشکند که بمبار کرد در این مورد شما چی میگید؟ شما خود جیگران بودید؟ ما در کودتای هفته سال در کابل نبودم بله و متاسفانه تمام امی بله. اختلافات حزبی و غیر حزبی به سال 1356 شده بله. که من سفیر بودم به ژاپن بله. بعد از اینکه آمدم من امی تطبور کردم بله. و امی کوشش کردم بله. چرا ما با شوروی ها بسیار دوستی عمیق داشتیم بله. با شوروی ها بهش یک مدل با ما فوق‌العاده ضرورت داشت بله. چرا در تمام جهان اسلام شوروی ها ملحد معرفی شده بود بله. با وجودی که در جنبش های آزادی بخش بله. در وقتهایی که مسلمان ها زیر ملحد هم بودن اینا فوق العاده کمک میکرد اما بله. باعثی هم بله. مسلمان ها از بهراست داشت و شوروی ها از خدا میخواست که یک مملکت مثل افغانستان دوست باشه بله. و ایره یک نمونه قرار بده دیگر و دیگر بله. منافع شوروی در افغانستان یعنی بسیار زودتر از بله. که اونا میخواستن. شما چیزی سوال کردی؟ سوال شروع شد؟ سوال من این بود دکتر صاحب که آیا شوروی مستقیم در کودتای هفته سال؟ این برای ما یک زینت خلق کرد که آیا این کودتا براستی داوودخان به طرف غرب رفتم؟ چرا تا وقتی که من در ژاپن رفتم بله. شرافتمندانه به شما میگم که من قطعا احساس زیر نکردم که به کدام سمت که داوودخان به کدام سمت رفتم بله. من تصور زیرم نکردم بساخ. پس ازی که ما آمدون با این مناسباتی که داشتم من ایران شدیم که شوروی چطور بود دیگر ازی من با شوروی ها بسیار رابطه نزدیک داشتم بسیار دوست ها به سطح بالا داشتم من بله. که مردم میگن دلشون هرچی که میگن بله. خب مردم برای ازی که تأخیر کنن میگن فرق میکنم یک مثال که من میگم بله. برای شما بفرمایید. یک وقت یک وزیر یک رفیق داشت بله. گفت برم شهر کابل بسیار عرج و مرج است اگر به من اعتراف بیدی تو جوانا و دگران رو میشناسی او رفیقش گفت که من اعتراف که بتون تو چی میکنی بله. وقتا شما امتحان صدر بود ما شما امتحان میبرم بله. گفت دیگه من بیاقل شرا با تو بودم خود من خواه اوندم بله حالا شما چرا با کجبه میدادیم که مستقیم من کلامترین از جبرش نیست تا پانترش باشم مرد چیزی که بسیار بشک انداخت وقتی که من ژاپن می آمدون به افغانستان بله. سه مملکت سفیراش از من خواهش کرد که در اگر به مملکت ما برانید یکی ایران بله. یکی هند بله. که این دوتا سفیراش در میدان تیارم آمد بله. تا میدان تیارم با برای با من خودی کرد امی رو گفتن وقتا من نبود مودم نبود که کسی بخواهد بله. یکی وقت نمیفهمم که وقتی که ودا سفیرها که جیار میرسد ودا میکننی بله. و امروز دیگه سفیرهای خود میرون بله. میشه بله. که من به روز ودای سفارت شوروی سفیر شوروی مرکوز یا کسی در خانه ما روان کرد بله. اما این جمله به یادم است که گفت که برای ما از مرکز ما اطلاع رسیده که برای فلانی بگو که اگر این کودتاچی ها رو میشناسی اطمینان داری برو اگر نی به شوروی میتونی که بیای این برای من یک الهام عجیب و غریب بود بله. وقتی من در کابل آمدون بود سوال من این بود که به صورت مشخص آیا شوروی ها طرفدار از این بود که رژیم امام داود سرنگون شوه یا نه؟ من خودم کدام علامه ندیدم بله من تا به روزی که ما به یعنی چون بسیار پروژه ما بله یعنی من فکر می کنم که دو هفته بعد و 15 روز بود سفیر شوروی یا نمایندگان شوروی می آمد می دیدم بله. اشارتن و یا کنایتن این تو چیزی که من احساس کنم ندیدی کدام سند در این رابطه وجود نداره بله کدام سند فعلا وجود نداره که روسا در این کدام باشه یعنی این کودتا اقدام یعنی مشخص ماجراجویی یا فیزولامین بله. داوودخان به طرف عربستان سعودی رفت و ایران رفت و روسا وارخطا شد. وارخطا شد اما این گفت نبوده. اما این که بوده یا نبوده سندی وجود نداره. بله بله بله. چرا وقتی که دو تا پادشاه یا دو رئیس جمهور میبینه اینا اعلامیه مشترک دارن.
بله. اینا بیانیه‌های خصوصی و غیر خصوصی دارن. بله. تا امروز کسی تو سند پیدا کرده نتونسته که داوود خان تمایل خود به اونا و به جدیت بروشه. اینا یک سوال دیگه دمیر رفته که بسیار عام است و وقتی داوود خان رفته بود اتحاد شوروی یک برخورد لفظی کرده بود به برژنف و اونجا ظاهرا اینا ایتو نشان میده که گویا شوروی ها عصبانی شد و ایران نابود کردن و حتی داوود خان اونجا با یک شکل بسیار در یک سطح پایین تنزیل میده همی کسی که نوشته کرده میگه که حتی روی خود دور داده خلاف تمام نورمای دیپلماتیک که برژنف خداحافظی نکرد رفت. امیر مختصر اگه تشکر ما ایره با تمام دقتش ندیدون که بله. او آدم چیزهایی که گفته داخل نوشته کرده که داوود خان برآمد و مجلس تر کرد و به افغانستان آمد. بله. این دروغ است. من دروغش نمیفهمم. بله. داوود خان بر 3 روز رفته ده اونجا. بله. به دعوت رسمی. بله. روز اول اینا که دیده ملاقاتشون خوب بوده. بله. روز دوم این مشاجره شده که داوود خان او آدم تهدید کرده و داوود خان هم مردانوار جوابش داده. بله. فهمیدی تا اینجا ما و این شاهدایی که دیگه کسا بوده غیر شما صمد غوث هم میگه نوشته صمد غوث مطلب صمد غوث قصدن ای را آورده دمینجا به این نکته قطع کرده که برآمد که نشان بده که حقانیت شوروی را نشان بده که این دلیل شد که حمله کنه بله. اما داوود خان یک روز بعد در اونجا بوده بله. بعد از روزی که امرای برژنف هم دیگه پزده بله. از مجلس نبر آمده اونجا این پروتکولی که در وزارت خارجه حالا موجود بود که من خوندم میره بله. بعد هم روی کاسگین گپ زده، بعد هم روی پودیونی گپ زده. بله. بعد وقتی که بر اومده روی برژنف اینا با من خدای کرده، یک روز دیگه در شوروی بوده، سوار شوش. بله. به دعوت پودیونی رئیس جمهور. بله. اشتراک کرده داوود خان، اینا اعلامیه مشترک نشر کرده، اعلامیه مشترک اینا هم با کابل نشر شده، هم با افغانستان. اینا رو خود شما فکر کنید که برآمد نه برآمد. بله. اما وقتی که داوود خان او تهدید کرده، قوم مردانوار جواب شده. خب بله. فهمیدم. این گفته که ما یک مملکت مستقل هستیم به هیچ کسی اجازه نمیدیم که ما خاک ما داخل کنه. بسیار خوب. اگر شوروی میخواد کمک کنه یا نکنه ما هر خارجی که به هر جای کمک ممکن و این از سخن داوود خان ما تایید میکنم اما این بی نزاکتی که مثل یک طفل دیوانه از مجلس برآمده و یا اینو ترک کرده این به کلی دروغ است. یک اصلا شخصیت داوود خان اینا یک تعداد مردم به نام دو شخصیت داوود خان تخریب کرده بودند. کودتای هفته سبت بگن چی گونه کودتا بود؟ از بدون کتک خلق افغانستانی کودتا را سازماندهی کرد، یک فرد سازماندهی کرد، اراده جمعی از بدون کتک خلق افغانستان بود؟ یک سال من را بودم. بله. اما بعضی چیزا من را وادار ساخت که من بسیار عمیقا ای را مطالعه کنم. بله. که همین کودتایی که میگن داوود خان رفت. بله. به طرف ایران رفت و طرف امریکا رفت. امی آدمی که میشناختم که اینقدر غرور ملی داشت. بله. و ما با او ایمان داشتم. این چرا تو سقوط کرد به یک سال؟ بله. ما بسیار تتبع کردم سر ازی و کتابی که من نوشته کردم به نام کودتای سرخ باشه بله. تماما سر این موضوع شما یکی از بهترین سندهای تاریخی در تاریخ مطبوعات معاصر افغانستان است ایران مخاندیم سرش مقاله نوشته کردیم مرد بزرگوار است با پیشانی گشاده خندام کردیم دیگه خواهی که آدم مسلمان است قرآن شریف رو بسیاری مردم بد میگه دیگه خواهی کتاب است هر که در شکل میشه همه خوبه نباید مسلمان باشه و پیرم من زنده باشین دارو تکسی بی منتهای اگر من مخالف نداشته باشم من شخصیت ندارم فراخ نگری شما را نشان میده در این سوال میکنم که شما خود عمق گپا میفهمیدین امی کودتا را حزب دموکراتیک خلق افغانستان سازماندهی کرده بود اراده جمعی بود در کدام جلسهش پول نومش کدام گپش فیصله شده بود که ما قیام میکنیم بزد رژیم داود بس... تا جایی که من مطالعه کردم دیدم بله. و خود این رفقای حزب دموکراتیک خلق میگه بله. روزی که امی بله. به رفیقای خود بله. وقتی که من رفیقای خودش میگم یک نفر از این عزیز بدیم کردی که خلق نبوده بله. تمام صاحب منصبایش که میگه من نامش رو بگم بر شما این صاحب منصبایی بوده که بدبختانه ما بین ما اختلافات پیدا شد اینا اختلاف پیدا کرد به امرای امین را بله. و امین از اخری از اینا استفاده کرده بله. در اونجا و اینا بهشت بوده یا نبوده و پسان آمده من نمیفهم بله. اما دول اینا از بینه بود از اون استفاده کرده وقتی امین ای تصمیم خود را یکی شورش یا کودتا هر چی میگه این قمه میفهمم که نه خلقی و نه امر خبر نمیشه بسیار خوب تشکر این همه قدر ما میخواستم بفهمم بله نیفته هیچ کس نبوده هیچ کس خبر نداشته حال یک سوال دیگه دکتر سر پرچمی بله هیچ یک از اعضای کمیته مرکزی از امر خبر نداشته داره که خودشان میگه خودشان میگه که امین گفته هیچ کس نبوده هیچ کس خبر نداشته یک سوال عاطفی شما سفیر بودین چگونه همین خبر را شنیدین و خصوصا که
افیزولامین کته باندش یا گروپش بسیار بیرحمانه سی جمهور باره مور کشت و دا اونجا تا دا بین دو جناه دمو جریان زد و خورد یک مناقشه بسیار قوی بود. امین با یک تعداد پرچمی های تسلیم شده به امین حتی یکیش شونه خبر دارن که واضح گفته که داپر اون باید وواجل شی تصمیم گرفتن که خانواده را از بین ببرن و بسیار بیرحمانه. ولی یک جناه دیگه حزب حتی را برش میخیزه استادگی میکنه که نه ایره خونین نشان نتین ای قیامه در روز اول نکشین ایره به شکل عادلانه محکمه شوه. اکسالعمل شما در این مورد چی بودن؟ شو وقت کشونیدین شما؟ ما قصه کنم اکسالعمل من راجع به مرحوم داود خان. ما یک وقتی چند ماه برای دکتر سیم نجیب صدر ازم بودم متاسفانه که با اون قصدیم که سالی بیده که سال ما با جنگ خود ما جنگ کردیم مصالحه ملی در بین خودتا نقص شد به مزرد پنج شش ماهی که ما بودم ما به میکرویدان میششتم خانه ما در خانه از خانه داود خان تیر شده بود سرک تیر میشد ما یادم نمیه که از در خانهش تیر شده باشم از موتر پان نشده باشم و دروازه شماش نکرده باشم این مصیبت از او سر ما چه تاثیر کرده باشه. خب به هر صورت تقدیر بود دیگه قضا و قدر بود. ما چرا دکتر صاحب اکسال عمل نشان دادین؟ چرا اعلامیه پخش نکردین؟ چرا نرفتین مبارزه نکردین؟ چرا حزبتان جور نکردین؟ والا بسیار مشکل بود. بسیار ما برای شرایطی بود که آدم نفس کشیده نمیتونست. ما به اینکه کی طرفداری کرده و کی مخالفت ما نبودم در اونجا. اما جیرانات خبر دارن. گپ گوش کن. بله. ما در اونجا نبودم. بله. که ما بگویم که کی طرفداری کرده که داوتان کشته شد که نبوده بله. ما بسیار کوشش میکنم که چیزی را که می بله. که ما بفهمم بله. که بگم بله. اما افیزالله امین یک فیلم تیار کرده بود دو او فیلم دو نفر او نشان میداد که یک ببرک کارمل بود بله. یکی هم سپاهت الله مجددی بله. که نمیفهم سپاهت الله مجددی به چی معرف نمیفهم و اونجا میگفت که اینی یگانه آدم بود که که داوود خان کشته شد. اون نشان دادن فیلم شد. بله. که گانه کسی که در بین ما مخالفت کرد نمی آدم بود که داوود کشته نشه فلحاظا این نفر داوود است. بله. حتی دراما ها جور کرد. دراما ها جور کرد. این خیلی دیگه باز خود شما میتونید قضاوت کنید که کی گفته. حال من سر از این دکتر صاحب که حال گستاخانه است ولی میکنم. عجب بود. از کیجبم کرده بتن. بسیار بدتر از این که چرا شما کشته نشدین؟ ده شخصیت های بزرگ کشته شد شما زنده ماندین چی گپ است؟ مطلب میخوایم. بندیام نشدین زندانیام نشدین چرا خب من اینکه بندی شدم یا زندانی شدم یا نشدم اون چیز دیگه است ما امرای کسایی که در کودتای هفت سور بوده بله و این سای منصبایی که در اونجا بوده اکثرش زنده است بله و از گناه کار کرده بله. شرمونده و خجل زده به پیشی رو مگفتم من نمیفهمم بله 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 که از اون جمله ای که آقای گلابزوی است بله فهمیدی؟ واقع. وقتی که این خبر خود کودتا رو میگفت برای من گریه میکرد فهمیدی که بله. ما دیدیم ما بکنه بله. چی بد کرد بله. 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 با ترکی و امین مناسبات خراب من داشت بله. این آوازی که این مخالف داوود خان بود و داوود خان مخالف زی بود و این روان کرد یه مسا گرم بود بله. اونا کوشش میکردن که نفرهای داوود خان رو بزنن بله بله بله. یک عامل شوندی بود بله. اما این که من بندی نشدم و این طور هم نیستن مرا بعد از یک هفته یا یک ماه به وزارت داخل مرا احضار کردن برای با ما گفتن که کی احضار کرد دکتر صاحب؟ کسی بود به نام آقای تلون سید داود تلون سید ترکی جلال آباد هم به نام تلون شعر مانده بودن ولی چی میکنی که در کنتای بیشی شرطان هم امرای ما بود خب بسیار خب وطنجار هم بود کده شما وطنجار هم بود قادر هم بود کسایی که من خراب و شکومند سور سعاده کل امنا همیا بودن همونجا از همون خاطر است که دلینه او کودتارم کمونیست ها کد ای کودت دارم در حال که نمیفهم که در وقت کمونیست نم هیچ وزوی از به خط نبوده خطا یکی بله. نبوده بله اگه نیمونه اصلی خود سوالیست که باید داریم بگم که سوال از خدا بگم